و اما بالاخره اون ترکی که بچه‌ها منتظرش بودیم امروز ریلیز شد، ترک 8 سال حبس از اپیکور. دو تا ویدئوی عجیب غریب اپیکور توی اینستاگرامش گذاشت که همه رو شوکه کرد، امیر اپیکور دارم میگم، و یه جورایی یه بغضی که توی سینه خودش بود و کلا گروه اپیکور بود، و بعد از 6 سال اومد به مخاطباش گفت، و اونم این بود که براش حبس بریده بودن و یکی از دلایل اصلی که فعالیت نمی کرده و یه دفعه فکر کنم تقریبا یک سالی بود که اصلا فعالیتی نداشت همین بوده، و اینکه الانم از ایران خارج شده به خاطر قضیه حبسش، و فکر کنم توی ترکیه است. حسابی هم دلش پر بود به خاطر این اتفاقایی که افتاده بود، و بیشترین کانسرنش، بیشترین عصبانیتش فکر کنم به خاطر این بود که به خاطر رپ براش حبس بریدن، و اپیکور یکی از اون گروه هایی بود که همیشه بهش انگ وصل بودن و نمیدونم با دولت بودن رو بسته بودن به خاطر قضیه یکی دوتا ترکی که این ور اونور دادن، که یه جورایی میتونستیم بگیم مثلا به خاطر دولت خوندن، و اومده به آقا اینقدر من رو به من گیر ندین که میگی من وصل دولت هم و اینا. ما کلی فشار رو اون بوده اون ترک ها، اصلا در واقع این چیزی نیست که شما فکر میکنین. و حالا راجع به این قضیه و مسائل دیگه با اپیکور بچه‌ها یه مصاحبه کردم که به زودی قراره که ریلیس بشه، کارش که فقط ایتای نهاییش مونده. اون مصاحبه که بیاد پشماتون میریزه که چه اتفاقی واسه اپیکور افتاده بوده و چه کسایی توی رپ فارسی با این قضیه دخیلن. حتما مصاحبه رو بچه‌ها ببینید. اما بدون هیچ وقت تلف کردن میریم سخت ترک 8 سال حبس، موزیک ویدیو 8 سال حبس از اپیکور از رادیو جوان. 3:33 3:33. نمیدونم حالا توی این ترک چی گفته، ولی یه استوری گذاشت پیکور و گفته بود آقا الکی ربطش ندین به شایه، من با شایه اوکی ام و داداشمه. برو بریم ببینیم داستان چیه. بنزو رفیقا همشون رفتن، به تیقا همشون رفتن، داشیا همشون رفتن، راشیا همشون رفتن. وقتی دیدم عروم رد شدم فهمیدم کلا همشون عرفن. اینا رو دیدم خوش شدم، تنم یخ زد انگار تو کمر تو برفن. فکر کنم اول ویدیو این بود که موهام رنگ کرده صفا داده از هواپیما، یعنی در واقع فرود کرده به ترکیه. اینجا الان تازه اومدنش به ترکیه است که مثلا رفیقش اومده دنبالش. رفیقا همشون رفتن، به تیقا همشون رفتن، داشیا همشون رفتن، راشیا همشون رفتن. وقتی دیدم عروم رد شدم فهمیدم کلا همشون عرفن. اینا رو دیدم خوش شدم، تنم یخ زد انگار تو کمر تو برفن. به خودم آویزونم اینه یه لباس خیس، کابوس هر شب منه میوخدا تو یه جا بریز. فنا این لابلا یه ریز، میگن اپیک پله یه کار بیس، میگم جمعش کنید بره بابا دیگه تو آسمونه من ستاره نیست. یه زمانی خودش داره میگه که فنا میگن پیگیرن، آقا داستان چیه، چرا اینقدر کم کنین، چرا اصلا نیستین، میگه آقا اصلا رمقش نیست که بخوایم ادامه بدیم. یعنی پیک پله یه کار بیست، میگم جمعش کنید بره بابا دیگه تو آسمونه من ستاره نیست. یه زمانی همه کار و هدف داشتم، میرفتیم بالا از صف، یه مشاغل شدم با هم طرف. به خودم اومدم داشتم رفت، کارم به امنیت. به خودم اومدم داشتم رفت. همیشه امیر پیکور یاد حسین زنده نگه میداره توی ترک. می رفتیم بالا از صف، یه مشاغل شدم با هم طرف. به خودم اومدم داشتم رفت. لوسی بود بچه، زمین لرزه نبود. کارم به امنیتم، میرفتیم بالا از صف، یه مشاغل شدم با هم طرف. به خودم اومدم داشتم رفت، کارم به امنیت خود گره. یکیشون گفت همه کارات روش گره، گفتم چی میگه این مگه مبصر. به امنیت گره خورد فکر کنم داره تو این، فکر کنم قراره توضیح بده پس تو این ترک چه اتفاقی. داشتم رفت، کارم به امنیت خود گره. یکیشون گفت همه کارات روش گره، گفتم چی میگه این مگه مبصره. اینا شکل کار همه پوستره، مملکت پر دزده. خب مگه خوندن من فقط مش. مثلا یه چیز دیگه هم که اتفاق افتاد این بود که اپیکور اصلا یه سبک به خصوص خودش رو داشت، یعنی احساس میکنم مثلا به خاطر همین اتفاق و همین فشارا بود که باعث شد سبکشون هم عوض شه. یعنی یه خط که قبلا داشتن ادامه میدن ساب ساب که اون استایل دابستپی بودن عوض شد به خاطر قضیه، شاید چه میدونم اتهامایی که واسهشون بریدن. مشکله پرچم رپو کوبیدم، جعفری هم اینجا میگه این مخبره، به یاسر میگفتم بیا ایران. فکر کنم به خاطر همینه پس قضیه جعفری و شایی گفته بودم، میگفت من با شایی اوکی ام.
مشکله. پرچم رپو کوبیدم جعفری همه جا میگه این مخبره. به یاسر میگفتم بیا ایران، میگفت بین اینا ما رو کیا میخوان، گفتم اینا خودش اینو چالشه، میگفت فایده نداره بیاری من، حالا خودم اینجا بی حمایت، میخوام کاریو بکنم که باید، در از گای زره سرم اماقت، کی رو بگام بکنه کفایت، میگن نشونه است تو این روایت، به کی بگم نخوام بشم هدایت، بگو باید برم کدوم دادسرا بخوام خودو بکنم شکایت. همه موهای بدنم سیخ شد واقعا. اگه بخوای از خدا شکایت کنی بعد کدوم دادسرا کجا بری؟ خیلی قشنگ قشنگ. ببین تو یه ورژنی از امیر پیکور داری میبینی که به سیم آخر زده، یعنی اصلا هیچی براش مهم نیست و از اون منطقه امنش اومده بیرون و میخواد شروع بکنه به هر کاری دلش میخواد بکنه. کفایت میاد، میخوام کاریو بکنم که باید، در از گای زره سرم اماقت، کی رو بگام بکنه کفایت، میگن نشونه است تو این روایت، به کی بگم نخوام بشم هدایت، بگو باید برم کدوم دادسرا بخوام خودو بکنم شکایت. رو نمیخوام مال خودت، قلب نمیخوام مال خودت، عشق نمیخوام مال از اون قفلی خودت، بهش نمیخوام مال خودت، ذات پستو بده بیاد، چرک دستو بده بیاد، واسه خودی یا شستو بده بیاد، بده که اینجا ما داریم گره زیاد. نور نمیخوام مال خودت، راه دور نمیخوام مال خودت، چش کور نمیخوام مال خودت، بگو با اینا چطور حال خودت، تو که میره میاد زندگی یاد، دیگه میخوای چی رو بهم بدی یاد، باید بکنی بره جیباتی رو یاد گرفتم از دل سیه رفتم. یه چیز دیگه هم که اپیگور همیشه توش خوده کورساشو، کورسش خیلی کچی و قفل. مال خودت چش کور نمیخوام مال خودت، بگو با اینا چطور حال خودت، تو که میره میاد زندگی یاد، دیگه میخوای چی رو بهم بدی یاد، باید بکنی بره جیباتی رو یاد گرفتم از دل سیه رفتم. منو وقتی بودم تله جوون 70 پرونده گله، در اومد نصف داد سر و فن، جلوشو به واسکس میریختم پره، تو آینه گفتم داشی فر سر صاف برو، همه اینا به یه ورت، دیدم تش برات میمونه پاشلت، لابی نباشه میمالن درت، ای میگن امینه هست، میگم این زمین میخواد امینه بسر، امیر با کسی نمیده دست، نمیده قرض، نمیده هرس، ولی کارتون تکید فرض، تعیین مرز، تحمیل ترس، تش میشه عقیده نقص، تبید مغز، تغییر فصل، ولی هنو خم نشدم تا کمر، هنو خیلی با غیرت با منم، هنو صفر در پای کارم، اوج میگیرم به چینی. با اینکه اولش میگه همه رفتم، میگه هنوز اون کسایی که غیرتشو داشتن و چون یعنی واقعی بودن با هم هست، نشدم تا کمر، هنوز خیلی با غیرت با منه، هنوز صفر در پای کارم، اوج میگیرم به چینی بالم، بعد این آهنگ بکنید پارم، منم عصبی ام، منم آدم، برمیگردم تو خاک مادری، نمیوفه دست لاشی یا لاشم، من میخواستم باز حاجی این حالا این میگه منو پارم بکنین، یه سری اومده بودن بعد از اون ویدئویی که از خودش گرفته بود که شما اون ویدئو رو ببینی اصلا اون که قضیه که میگم زده به سیم آخر، میتونی از چشا و اون نوع حرف زدن اپیکور ببینید. اومده بودن هیت داده بودن، نمیدونم گفته بودن طرف داره چرت میگه، میگه همچنان میگفتن وصله، من نمیدونم چیکار باید دیگه بکنه که بگم وصل نیستم، یعنی باید مثلا فوش بده به خامنه ای، چیکار میخواد بکنه که شما قبول بکنی، مثل اون پارسال بود که چی بود توی تظاهرات برای اینکه ببینن طرف وصله، نمیگفتن بگو مرگر خامنه ای، اینم هم همین قضیهش. طرف تازه از ایران رفته، از خیلی چیزاش زده، پرونده داره، خیلی چیزاشو بلاک کردن، یکم شل کنین، اینقدر سخت نگیریم به قضیه. منم عصبی ام، منم آدم، برمیگردم تو خاک مادری، نمیوفه دست لاشی یا لاشم، من میخواستم باز کنم گره ها رو، هممون بریم بالا پله ها رو، پا شدیم رفتیم تو دل کارو، که تش بمونه یه دل زارو، فکر نمیکردم ببندم بارو، یه روزی بزنم همه حرفا رو، بگو آغوش باز کنه زمین. هیچ کدوم از کسایی که مهاجرت کردن هیچ وقت فکرش نمیکردن که بارشون ببندن برن، رو فکر نمی‌کردم ببندم بارو، یه روزی بزنم همه حرفا رو، بگو آغوش باز کنه زمین که بالایی ول کنه خر ما رو. روح نمیخوام مال خودت، قلب نمیخوام مال خودت، عشق نمیخوام مال خودت، بهش نمیخوام مال خودت، ذات پستو بده بیاد، چرک دستو بده بیاد، واسه خودی یا شستو بده بیاد، بده که اینجا ما داریم گره زیاد. دم جلوم ریخ ساده خونا، واسه ما بد خوب، واسه اونا داد زدم بره تاسمونا، افتادم به جونم این شافه کونا، آیندتون رو میدونم ندید، هر زین چه قدیم چه جدید، این راه بی راه هست شدید، همه باختین چه بری چه نرید، همه تو لکید، همه تو شکید، صدایی نید. چه سیسی گنگی داره آجی اپیکور. این راه بی راه هست شدید، همه باختین چه بری چه نرید، همه تو لکید، همه تو شکید، صدایی نیست بهتون بده نوید، به ما میگی بس تو صف سنیش، خورتون همه جلو این زدیج، یه رو میفهمید کرو کردم این جهلتون خفتی بس. من حواسم رو تو ویدیو آیندتون رو میدونم ندیس اونا، داد زلم بره تاسمونا، داریم گره زیاد. دم جلوم ریخ ساده خونا، واسه ما بد خوب، واسه اونا داد زلم بره تاسمونا، افتادم به جونم این شافه کونا، آیندتون رو میدونم ندید، هر زین چه قدیم چه جدید، این راه بی راه هست شدید، همه باختین چه بری چه نرید، همه تو لکید، همه تو شکید، صدایی نیست بهتون بده نوید، به ما میگی بس تو صف سنیش، خورتون همه جلو این زدیج.
یا خودتون تو صف ساندیسین به ما میگین بس کیت صدایی نیست بهتون بده نوید به ما میگی بس تو صف سنیش خورتون همه جلو این صدیچ یه رو میفهمید کورو کریدم این جهلتون خفتتون رو درید واسه همین به تو میدن جیره همسال منو میکنن تبید تو بگو حب زمیر نمیترسه بگو سا زمیر نمیرخصه بگو مرگ و یه لحظه قبضه روحی نیست تنم نمیلرزه ولی زدم بیرون واسه فنم واسه غم تو چشای ننم مهم اینه کرم داره ورم دنیا پی اینه چقدر داری جنم تمام این موزیک ویدیو خیلی تر و تمیز خیلی تلخه بچه این قضیه که گفتم واقعا همه کسایی که از ایران میرن هیچ وقت فکرشون نمیکنن یه روز بعد بارشون رو ببندن و این خیلی صدق میکنه راجب رپرامون میخواد توی ایران بمونه از اون معروفیتش کیف بکنه میخواد بره تو صف نونوایی دو نفر باش عکس بگیرن میخواد بره فلانجا دو نفر باش تخفیف بدن میدونی چی میگم و دیوانه نیست که طرف بره یه کشور دیگه بره جایی که هیچ کی نشناستش بره همه چیزاش یه نواخت باشه یه روزمره باشه اگه برگردیم به تاریخچه همین رپرای خودمون هیچ کس هیچ وقت نمیگفت من میخوام از ایران برم بلکه همیشه میخواست یه جورایی ایرانی بودن خودش رو ثابت کنه چه تو آهنگاش تو حرفاش ولی رفت کیو بگم دیگه پیشرو هیچ وقت نمیخواست از ایران بره بهرام هیچ وقت نمیخواست از ایران بره مطمئنم اپیکورم هیچ وقت نمیخواست از ایران بره به خاطر این 8 سال حبسش رفت و به امید روزی که همه چی اوکی بشه ما چند 3 سال من دارم همش میگم به امید روزی که بیاد همه چی اوکی بشه ان شاءالله اون روز میاد ولی به شدت مشتاقم ببینم که استارت جدیدی که اپیکور زده قراره که چطوری باشه و آیا اگه واقعا در این حد و در این کیفیت باشه مطمئنن این اپیکور جدید و خفن رو داریم قراره که ازشون ببینیم از اون طرف مصاحبه منم به زودی با امیر اپیکور میاد منتظر منم باشید خیلی حرفای عجیب غریبی توش امیر زده حرفی دیگه ندارم لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعدی زن زندگی آزادی